ویدیوهای 55 ترشود 45 عدد مورد نظرشه. کدی که اینجا بهش میدیم 11 پایین بنابر ویدیوهای 55 پایین رو صفر میکنیم و بالا رو 20 میکنیم بنابر ترشود 45. طبق شرایط عادی فلزاتی که اندازهشون بزرگه 10 رو میدیم و بعد چون عمودی داریم یه اینترپولیت 1 بهش میدیم و بعد میتونیم بیایم اینجا ما از جریان عددی 1 استفاده کنیم برای اینکه بقیه منابع رو جدا سازی کنیم و در نهایت 2 صفرش کنیم. چیزی رو به ما نمیده. ولی اگر در ترکیب عددی 11 پایین بخوایم بهره ببریم و این هدف بیش از بزرگتر از حد واقعی باشه، 11 پایینی که دادیم صفر کردیم، بالا رو 20 میدیم، میایم در اینجا عدد 10 رو بهش میدیم، دوباره اینترپولیت 1 رو بهش میدیم و این دفعه میایم عدد 3 رو میدیم، 3 رو میدیم و مستقیم میریم بر روی کد عددی 2 صفر. بازم اینجا اون پاسخ مورد نظر رو نمیده. ولی اگه آلیاژا یا منابع دیگه ای باشه که شبیه هدف اصلیه، 11 پایین رو بهش میدیم، پایین رو صفر میکنیم، بالا رو در اصل بهش 20 میدیم بنابر ترشورد 45، میایم مستقیما کد عددی 5 رو میدیم، یه اینترپولیت 1 بهش میدیم و بعد 3 رو بهش میدیم و در نهایت این رو 2 صفرش میکنیم. خب در این ترکیب هم اینجا ما فقط دو لکه رنگ مجزا داریم، یعنی لکه رنگایی داریم که شبیه هدف هستن ولی هدف اصلی برای تشخیص نیستن. پس تا اینجا نتونستیم اون چیزی که مد نظر هدف اصلیه به دست بیاریم. حالا اگه 11 پایین رو دوباره بهش بدیم، بیایم ما اینجا 20 بالا رو بدیم و بیایم 5 رو بهش بدیم، باز دوباره اینترپولیت 1 رو بهش بدیم و این دفعه بیایم عدد 1 رو بهش بدیم. خب تا اینجا این دوتا ترکیب رو به ما داده و بعد بیایم 2 صفرش کنیم. دو لکه رنگ در اینجا به ما میده. این دو لکه رنگ شباهت هدف اصلی نیست، بلکه منابعیه که شبیه هدف اصلی میتونه خودشونو نشون بدن و وقتی از F7 استفاده میکنیم، F6 استفاده میکنیم، اینا واضح تر میشن. شکلشون شبیه هم به اون مفهوم اصلی نیست، ولی ترکیبی از هم دارن. این هدف اصلیه نیست، این منبعی شبیه هدف اصلیه که در اینجا پدید اومده.